ششم خرداد 1387، تهاجم رژیم با موشک‌های گراد به اشرف. اینها بخشی از قطعات به جا مانده از تهاجم موشکی دیکتاتوری ولایت فقیه به اشرف است که در ساعت 4:20 دقیقه بعد از ظهر روز دوشنبه ششم خرداد 1387 برای کشتار جمعی مجاهدین مستقر در اشرف شلیک شدند. این جنایت جنگی در مورد افراد بی‌سلاح و حفاظت شده طبق کنوانسیون 4 ژنو بیش از یک نقض آشکار حقوق بین‌المللی، نشان دهنده بی‌اعتنایی مطلق دیکتاتوری خامنه‌ای به مرزهای بین‌المللی و اصول و قواعد جاری در مناسبات بین کشورها بود. خانم رجوی این جنایت جنگی فاشیسم مذهبی علیه اشرف را واکنشی دیوانه‌وار در قبال حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی انگلستان و یک تعرض جنگی در راستای صدور بحران‌های داخلی دانست. در این تهاجم به هیچ یک از مجاهدان آسیبی نرسید. روز 7 خرداد 1359 سرانجام پس از تقلبات فراوانی که به دستور شخص خمینی انجام گرفته بود، اولین مجلس شورای ملی تأسیس شد. خمینی هرچند که در ابتدا برای بازارگرمی، آزادی انتخابات و کاندیداها را اعلام کرده بود، اما در عمل مانع از حضور حتی یک نفر از مجاهدین در مجلس شد. این در حالی بود که آراء رسمان اعلام شده توسط حکومت خمینی مجاهدی را در رده دوم قرار میداد. پس از این خمینی نام مجلس شورای ملی را هم که به شدت با آن مخالف بود به رغم مغایرت با همان قانون اساسی خودش به مجلس شورای اسلامی تغییر داد. این نامگذاری البته با ماهیت مجلس خمینی ساخته که دیگر ذره‌ای خصلت ملی در آن یافت نمی‌شد، همخوانی داشت. روشن است که منظور خمینی از اسلام هم چیزی جز رژیم خودش نبود.